بسم الله الرحمن الرحیم عنوان بحث ما معرفی اسلام است اسلام دینی است از آدم علیه السلام شروع کرده در نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ادامه پیدا کرده و بخش جهانی اون به رسول خدا نازل شده است این دین از آدم تا رسول خدا عرض کردیم مرحله به مرحله نازل شده نه اینکه قرآن یک دین آورده باشه مسیح دین دیگری آورده باشه حضرت موسی دین دیگری آورده باشه نه خیر بارها عرض کردیم هر یکی از اینها فصلی از یک دین را آوردن در این جلسه عرض میکنیم مطالعه اسلام اسلام نازل شده به رسول خدا منهای مطالعه انبیای قبلی تاریخ نوح موسی و عیسی ابراهیم و موسی و عیسی شناخته نمیشه تکرار میکنم دین اسلام بدون مطالعه دین حضرت نوح دین حضرت ابراهیم دین حضرت موسی دین حضرت عیسی شناخته نمیشود چون اسلام های قبل از پیغمبر اسلام بخش مقدماتی اسلام را آورده بودند چه بود محبت چه بود آزاد کردن ملت ها موسی علیه السلام چه کرد یک قومی را مثل بنی اسرائیل از چنگ فرعون نجات داد آزادی آورد علم یاد داد حضرت عیسی چه خدمتی کرد علم آورد محبت آورد نفرت را از جامعه بیرون کرد هدا شدن برای دیگران را آورد اینها فصلهای اولیه اسلامی است که به رسول خدا نازل شده در این جلسه این نکته را میخواهیم خیلی وسیع بیان کنیم نمیشود دین حضرت مسیح را پذیرفت و اسلام را نپذیرفت چرا؟ چون دین مسیح دین محبت است در مقیاس بنی اسرائیل دین اسلام دین محبت است در مقیاس جهانی اگر امروز میبینیم در گوشه و کنار در خاورمیانه به نام دین این همه کشت و کشتار میشه اینها برای جنگ با اسلام است با شاخه اصلی اسلام یا بدنه اصلی اسلام این جریانات سیاسی را ساختن تروریسم به وجود آوردن بگن دین اسلام خشنه نفرت انگیزه هر عاقلی با شنیدن این تحلیل های مغرضانه از خود بپرسه دین مال کی بود؟ مال پیغمبر اسلام پیغمبر اسلام با دشمنانش چگونه برخورد کرد؟ با اسرا چگونه برخورد کرد؟ اسلام واقعی آن بود پیغمبر اسلام عمل کرد علی ابن ابی طالب عمل کرد برای شناخت اسلام از همه جوانان عزیز دنیای مغرب زمین، مشرق زمین، شرق و غرب شمال و جنوب میخواهم هیچ مطالعه وسیعی لازم نیست شناخت اسلام شناخت حضرت نوح انسانهای فاسد را نصیحت کرد گوش نکرد انسانهای عادل و مهربان را جمع کرد نجات داد نجات بده؟ نه حضرت نوح نماد نجات انسانهای عادل است حضرت ابراهیم نماد نجات انسان از خرافات حضرت موسی نماد نجات انسانهای مظلوم از چنگ فرعونیان حضرت عیسی
قهرمان فداکاری برای نجات یک ملت منحرفه. پیغمبر اسلام قهرمان همه قهرمانان انبیاست در عفو انسانها، نجات انسانها، بخشش به بیچارگان. اسلام فن جهانی توزیع محبت است. دلیل ما 23 سال عمر پیغمبر، رفتار شخصی خود پیغمبر و دولت نوپای پیغمبر و 5 سال علی ابن ابی طالب. اسلام استاندارد اینه. اگر میبینید یزید هم به قدرت میرسه، این علامت این است که دیگری غصب کرده، این غاصب بود. زندگی امام حسن و امام حسین را مطالعه کنید، اسلام این بود. صحیفه سجادیه را مطالعه کنید، اسلام اینه. رفتار امام باقر، امام صادق را بخوانید، اسلام این بود. بنابراین خواستیم در این جلسه این مطلب را بیان بکنیم. اسلام فن آسمانی توزیع محبت جهانی است، توزیع عدالت در مقیاس جهانی الی یوم القیامه است. اینکه میبینید این همه به نام دین اسلام جنایت میشه، دشمنان ضد عدالت اینها را به مسلمین تحمیل کردن. تروریسم بین المللی در خاورمیانه بنا به اعتراف شریف آقای ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا قبل از انتخابات این بود، آقای اوباما و مشاورینش داعش را ساختند تا اسلام را، ملت ها را نسبت به اسلام بدبین کنند. اسلام مثل پزشک است، بارها گفتیم، آمده است زخم ببندد، خون نیاید تا انسان زنده بماند. سر بریدن را که داعش ها النصره ها یاد میدن برای نابودی اسلام واقعی است که خود غربی ها حکومت ها ساختن. بنابراین شما وقتی که میبینید پیغمبر اسلام اسلامی آورده به دشمنش، به دشمنانش هدیه میده، علی ابن ابی طالب دشمنانش را میبخشه، این اسلام نیاز به مطالعه زیاد نداره. 23 سال زندگی پیغمبر، 5 سال حدوداً خلافت علی ابن ابی طالب، کمتر از 30 سال تاریخ را مطالعه بفرمایید، اسلام این بود. بنابراین نتیجه بگیرم، اسلام را دشمنانش از درون و بیرون تخریب میکنند، مانع ایجاد میکنند ملت ها جوهره اسلام را بشناسند. جوهره اسلام را در شعرهای حافظ ببینید، برای نمیدونم کسانی که اهل ادبیاتن، اگر کسی اهل ادبیاته، اگر میخواهید اسلام را بشناسید در کتاب های علامه هلی ببینید، اگر شما میخواهید اسلام را بشناسید در کتاب های شهیدین لمعه ببینید، در کتاب جواهر ببینید، در کتاب فقه فقها ببینید، این اسلامه. پس بنابراین نتیجه این بحث ما خلاصه این شد، مطالعه اسلام بدون مطالعه نوح، زندگی نوح، بدون مطالعه زندگی ابراهیم، بدون مطالعه حضرت موسی، زندگی موسی و عیسی شناخته نمیشه. پیغمبر اسلام فصل جهانی اسلام را آورده، فصلهای ریز و کوچک قبلی اسلام را مطالعه کنید، هیچ کدوم دروغ نگفتن. هرچه نوح انجام داده از اسلام است، اون اسلام ماست. هرچه حضرت ابراهیم انجام داده اون اسلام ماست. هرچه حضرت موسی انجام داده اون اسلام ماست، البته در عصر خودشون، بخش جامعش را پیغمبر آورده. آنچه که حضرت عیسی انجام داده اسلام ما در عصر خودش، در عصر او همونه، ما اونها را تایید میکنیم، میگیم فصلی از اسلام های ماست و پیغمبر اسلام هرچه آورده عمل کرده اون اسلامه.
لذا اینکه امروز میبینید در ده ها کشور آدم کشی، ترور کردن، بم منفجر کردن، زن و بچه بیگناه مردم را کشتن، هیچ سنخیتی با اسلام نداره که هیچ، فقط برای بدبین کردن بشر به اصل اسلام است. امیدوارم انشاءالله مطالعه زندگی حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و رسول خدا و علی بن ابی طالب مقیاس باشه، ما اینها را تایید میکنیم، اسلام اینها را و اسلام کسانی که در خط اینها هستند. ولا حول ولا قوة الا بالله.